غلاطیان فصل سوم. ای غلاطیان نادان، مرگ عیسی مسیح با چنان روشنی بیان شد که گوی او در برابر چشمان شما مصلوب شده است. پس کی شما را افسون کرده است؟ من از شما فقط یک سوال دارم. آیا شما روح القدس را از راه انجام شریعت به دست آوردید یا از گوش دادن به انجیل و ایمان آوردن به آن؟ چطور می توانید تا به این اندازه احمق باشید؟ شما که با قدرت روح القدس شروع کردید، آیا اکنون می خواهید با قدرت جسمانی خود به کمال برسید؟ آیا این همه تجربیات شما بیفایده بوده است؟ گمان نمی کنم. آیا خدایی که روح القدس را به شما می بخشد و در میان شما معجزه ها می کند، این کارها را به خاطر اینکه احکام شریعت را به جا می آورید انجام می دهد و یا به سبب آن که انجیل را شنیده و به آن ایمان دارید؟ برای ابراهیم درست همین طور شد. او به خدا ایمان آورد و خدا آن ایمان را به عنوان عدالت به حسابش گذاشت. پس باید بدانید که ایمانداران فرزندان حقیقی ابراهیم هستند، چون کلام خدا از پیش زمان را میدید که خدا غیر یهودیان را از راه ایمان عادل می شمارد. قبلا به ابراهیم بشارت داده گفت: به وسیله تو تمام ملت ها برکت خواهند یافت. بنابراین ایمانداران در برکات ابراهیم ایماندار شریک و سهیم هستند. از طرف دیگر همه آنانی که به اطاعت از شریعت تکیه می کنند لعنت شدند، زیرا نوشته شده است: هر کی همیشه تمام آنچه را که در شریعت نوشته شده است به جا نیاورد ملعون است. اکنون کاملا روشن است که هیچ کس در حضور خدا به وسیله شریعت عادل شمرده نمی شود، زیرا شخص عادل به وسیله ایمان زندگی می کند. اما شریعت بستگی به ایمان ندارد، زیرا عمل کننده شریعت با اجرای شریعت زندگی خواهد کرد. وقتی خدا مسیح را به خاطر ما زد، ما را از لعنت شریعت آزاد کرد، زیرا نوشته شده است: هر که به دار آویخته شود ملعون است. این همه واقع شد تا برکتی که خدا به ابراهیم وعده داده بود به وسیله عیسی مسیح به غیر یهودیان برسد، تا ما روح القدس وعده شده را از راه ایمان به دست آوریم. ای برادران، می خواهم از یک مسئله روزمره استفاده کنم. هیچ کس نمی تواند به پیمانی که تایید شده است چیزی بیفزاید یا آن را باطل سازد. باری وعده ها به ابراهیم و نسل او داده شد و نمی گوید نسل ها تا شامل بسیاری گردد، بلکه به نسل تو، یعنی به مسیح اشاره می کند. مقصد من این است: شریعتی که 430 سال بعد برقرار گردید نمی تواند پیمانی را که خدا با ابراهیم بست فسخ نماید، به طوری که وعده خدا را باطل سازد. زیرا اگر میراث بسته به شریعت باشد، دیگر آن به وعده خدا بستگی ندارد. اما خدا بنابر وعده خود آن را به ابراهیم عنایت فرمود. پس مقصد از شریعت چیست؟ شریعت چیزی بود که بعدها برای شناخت گناه اضافه شد و قرار بود فقط تا زمان ظهور فرزند ابراهیم که وعده به او داده شده بود دوام داشته باشد. همین شریعت به وسیله فرشتگان و با دست یک واسطه برقرار شد. هر جا واسطه باشد، وجود طرفین حتمی است. اما وعده تنها یک طرف دارد، یعنی خدا. بنابراین آیا شریعت با وعده های خدا مخالفت دارد؟ هرگز، زیرا اگر شریعتی داده شده بود
که قادر به بخشیدن زندگی می بود، البته عدالت نیز به وسیله شریعت میسر می شد. اما کلام خدا همه را اسیر گناه دانسته است تا برکت وعده شده که از راه ایمان به عیسی مسیح به دست می آید به ایمانداران عطا شود. اما پیش از رسیدن دوره ایمان همه ما محبوس و تحت تسلط شریعت بودیم و در انتظار آن ایمانی که باید ظاهر می شد بسر می بردیم. به این ترتیب شریعت رهنمای ما بود که ما را به مسیح برساند تا به وسیله ایمان عادل شمرده شویم. اما چون اکنون دوره ایمان رسیده است دیگر تحت مراقبت نیستیم، زیرا ایمان باعث شد که همه شما در پیوستگی با مسیح عیسی فرزندان خدا باشید. شما که در پیوستگی با مسیح تعمید شدید، با مسیح پوشیده شدید، پس دیگر هیچ تفاوت میان یهودی و غیر یهودی، برده و آزاد، مرد و زن وجود ندارد، زیرا همه شما در پیوستگی با مسیح عیسی یک هستید و اگر متعلق به مسیح هستید نسل ابراهیم و مطابق وعده خدا وارث او هستید.